سلام دوستان، پاشا هستم. تعدادی از دوستان از طریق ایمیل یا واتساپ یا کامنت از من سوال پرسیدن که چطور میتونن لوکیشن ایران رو در گوگل ادز انتخاب کنن تا تبلیغاتشون تنها در کشور ایران نمایش داده بشه. در حال حاضر به طور دیفالت یا پیش فرض امکان انتخاب کشور ایران به عنوان لوکیشن در گوگل ادز وجود نداره. در حال حاضر که میگم الان نوامبر 2022 هستیم. من در این ویدیو دو تا روش به شما معرفی میکنم تا بتونید لوکیشن کشور ایران رو انتخاب کنید. ولی لازم ذکر کنم که من خودم تا حالا تبلیغات گوگل ادز رو در لوکیشن ایران ران نکردم تا به حال، بنابراین این دو تا روشی که پیشنهاد میدم روش های تست شده نیست، روش های تئوری هست و برای اینکه مطمئن بشین در عمل جواب میده لازمه که با یه بودجه کم این روش ها رو تست کنید تا مطمئن بشید که تبلیغاتتون فقط در ایران نمایش داده میشه. من خیلی سریع توی گوگل ادز یه کمپین درست کنم، نیو کمپین، وبسایت ترافیک، سرچ کمپین، یور بیزنس وبسایت، شما تنظیمات کمپینتون رو طبق سلیقه خودتون تنظیم کنید. تنها کاری که لازم انجام بدین در قسمت لوکیشن هست که لوکیشن مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. توی قسمت لوکیشن سه تا گزینه هستش برای من. گزینه اول All Countries and Territories، گزینه دوم کانادا، کشوری که من توش ساکن هستم، و گزینه سوم Enter Another Location که با انتخاب گزینه سوم میتونید لوکیشن مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. به عنوان مثال فرض کنید در ایران من میخوام لوکیشن کمپینین رو ران کنم. وقتی تایپ میکنم ایران، لوکیشن ایران رو به من نمیده. اولین گزینه که میده کشور پاکستان هست. پاکستان، پاکستان، برزیل، ایندیا، تهران رو هم انتخاب کنم، No result found. روشی که میشه انجام داد، این روش یکی از دوستان از طریق توی یکی از ویدیوهای قبلی در واقع کامنت گذاشته بود، به پیشنهاد ایشون من دارم این روش رو پیشنهاد میدم. روی گزینه Advanced Search کلیک کنید. اینجا با توجه به شعاع یک شعای مورد نظر از یک منطقه لوکیشن جغرافیایی میتونید کشور ایران رو انتخاب کنید. این بالا گزینه رادیوس به معنای شعاع رو انتخاب کنید. دیفالت مایل هست که من عوضش میکنم به کیلومتر. فکر میکنم مکسیموم حد اکثر عددی هم که میشه تایپ کرد 500 هست. Enter a place، اینجا گزینه به عنوان مثال تهران رو اگه سرچ کنید میشه تهران رو انتخاب کرد. چند تا گزینه برای تهران هست، هم گزینه اول تهران پروینس یا استان تهران رو انتخاب کنید. این لوکیشنی هم که این دایره به شما نشون میده تمام ایران رو نه، ولی تقریبا قسمت زیادی از ایران رو پوشش میده. 500 کیلومتر از فاصله جغرافیایی تهران. این روش اول برای انتخاب لوکیشن ایران هست، انتخاب 500 کیلومتر به شعاع استان تهران که منطقه وسیعی از کشور ایران رو پوشش میده. روش دومی که میتونید انجام بدید
اینه که توی قسمت enter a location to target or exclude، این روش در صورتیه که کلمات کلیدی که استفاده میکنید کلمات کلیدی فارسی هستش که عموما بیشتر مردم داخل ایران اون کلمات رو سرچ میکنن، شما یک سری کشورها که کلماتشون زبانشون حروف نوشتاریشون شبیه فارسی هستش، به عنوان مثال افغانستان رو اینجا انتخاب میکنید، ولی به جای گزینه تارگت گزینه اکسکلود گزینه دوم که این وسط میبینید رو انتخاب کنید. اگه تارگت رو انتخاب کنید گوگل ادز تبلیغات شما رو توی کشور افغانستان نمایش میده. اگه گزینه اکسکلود رو انتخاب کنید گوگل ادز تبلیغات شما رو تحت هیچ شرایطی در کشور افغانستان نمایش نمیده. یک سری کشورهای دیگه که حروفشون به زبان فارسی نزدیک میتونه باشه به عنوان مثال پاکستان اکسکلود و همچنین کشورهای عربی عراق و تمام سایر کشورهای عربی و حتی کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه و آذربایجان رو انتخاب کنید و تمام اونها رو اکسکلود کنید، لوکیشن هایی که نمایش داده نشه. اونطوری وقتی کسی کلمه کلیدی شما رو سرچ کنه به زبان فارسی احتمال بسیار زیادی هستش که اون سرچ فقط از کشور ایران باشه، کشورهای دیگه ای که حروفشون شبیه حروف فارسی هست مثل افغانستان و عراق و پاکستان که من اینجا انتخاب کردم تحت هیچ شرایطی تبلیغات شما اونجا نمایش داده نمیشه. با این حال این امکان همچنان وجود داره که از هر نقطه دنیا به عنوان مثال کانادا، آمریکا، استرالیا، اروپا کسی کلمات کلیدی فارسی رو سرچ کنه و تبلیغات شما تو اون کشورها نمایش داده بشه. برای جلوگیری از این کار بهترین کار این هستش که روزانه گزارش لوکیشن تبلیغاتتون رو چک کنید، بررسی کنید، چه توی گوگل ادز و چه توی گوگل آنالیتیکس اگه دسترسی دارید به اون گزارش ها. توی گوگل ادز این بالا منوی ریپورتز میتونید گزارش های مختلف رو دسترسی پیدا کنید. توی گوگل آنالیتیکس لازمه که گوگل آنالیتیکس رو به وبسایتتون متصل کرده باشید. روزانه گزارش لوکیشن رو بررسی کنید و اگه از کشورهای غیر از ایران کلیک داشتید، کلیک هایی که از طریق تبلیغات وارد وبسایتتون شدن نه کلیک های ارگانیک که از طریق سرچ گوگل بدون تبلیغات وارد شدن، اون کشورها رو روزانه به این قسمت اکسکلود انتخاب کنید. به عنوان مثال اگه امروز کمپینتون رو ران میکنید و فردا میبینید که یه دونه کلیک از کشور کانادا داشتید، دو تا کلیک از کشور آمریکا داشتید، بلافاصله برگردین به تنظیمات کمپینتون، کانادا رو هم به اکسکلود انتخاب کنید، اضافه کنید. نکته دیگه ای که لازم توجه کنید توی اکسکلود دو تا گزینه هست، presence people in your excluded locations، presence or interest people in or regularly in or who have shown interest in your excluded location. برای اکسکلود حتما گزینه اول رو انتخاب کنید، کسانی که لزوما توی اون کشور اکسکلود شده شما، کشور فیلتر شده شما ساکن هستند. اگه گزینه دوم رو انتخاب کنید کسانی که به عنوان مثال سرچی قبلا در مورد کشور کانادا داشتن، گوگل ادز ممکنه اونها رو جزو علاقه به کانادا در نظر بگیره در حالی که اون فرد ساکن ایران هستش. بنابراین توجه کنید که توی اکسکلود گزینه اول رو انتخاب کنید که گزینه پیش فرض هست، بنابراین نیاز نیست چیزی رو عوض کنید.
یه بار دیگه من تاکید میکنم که من خودم این روش ها رو تست نکردم، چون که خودم کمپینی توی لوکیشن ایران تا حالا ران نکردم. حتما لازم این که روش ها رو با بودجه کم تست کنید، مطمئن بشید که ورودی هایی که از تبلیغات گوگل براتون میاد از ایران هستش و لوکیشن درست رو انتخاب کردید یا لوکیشن درست رو اکسکلود کردید. و خیلی خوشحال میشم اگه این روش رو تست کردید، حتما توی کامنت ها بیاین تجربیاتتون رو با من و دیگران شیر کنید، به اشتراک بگذارید تا بدونیم که این روش رو چقدر جواب میده. خیلی ممنون.